سلام وقتتون به خیر اخیرا یک عکس از افغانستان به تیشرت یک عده در غرب تبدیل شده بود خیلی ها رو عصبانی کرده بود این اتفاق مشابهش برعکس مشابهش برعکس در فلسطین رخ داده صحنه شوکه کننده که خیلی حرفا دارم امروز در مورد صحنه شما و خلاصه داستان این بوده تکثیر انداز اومده از داخل یه حفره از داخل یه حفره معترضینی را بزند یک جوانی بلند شده رفته از داخل همون حفرهه یعنی به طور کامل حاشیه ام دادم به انداز. از داخل همون تکتی رو زده و تکتی جان خودش رو از دست داده عکس شدید مشاهده میکنی در صحبت هم کرد در یعنیم افغانستان اول در ماجره افغانستان خب شاهده این بودیم که ادهی از شهروندان تلاش میکردن برای خروج از کشور به هر دلیل یک عدهشون وطن فروش بودن یک عدهشون غربگرا بودن یک عدهشون مزدور دولت های بودن و ادهی میخواستن وطن رو تک بکنن نخبه هایی بودن که احساس کردن که شاید از زمانی که طالبان بیاید دیگه جایی برای آنها در این مملکت وجود نداره ترجیح داده بودن که افغانستان رو تک بکنن در این تلاش هایی که صورت میگیره و در این فرار دست جمعی که توسط بعضی ها صورت میگیره یک صحنه تلخ صحنه تلخ به تیتری که رسانه منتشر میشه میدونید اون صحنه رو میگم یک چند شهروند افغانستانی از هواپیمایی که در حال حرکت بوده به زمین پرتاب میشن و خب این صحنه خیلی ها رو شوکه میکنه خیلی ها رو عصبانی میکنه خود افغانستانی ها عصبانی میشن خیلی هاشون از این ماجرا میگن که این ما رو سوژه کرد توی دنیا یعنی اینا یه کاری کردن ما در دنیا سوژه شدیم و خب همه شوکه بودن از این اتفاقی که رخ داد همه شوکه بودن و حرفای مختلفی پیرامون زده شد یک تیشرت یک تیشرت در غرب به بهانه این ماجرا طراحی شد تصویر شدید مشاهده میکنید نوشته که باشگاه پرش و با چتر نجات در کابل باشگاه پرش شتر یعنی رسما داره ملت های شهر رو مسخره میکنه دقیقا افغانستانی باید چیکار میکردن افغانستانی ها مگه خودشون خواستن اینطوری بشه افغانستانی ها تو خونه نشسته بودن شما بلند شدید اومدید 20 سال پیش توی کشور اینها کشور دچار بحران کردید به بهانه نبرد با تکفیری ها و القاعده و طالبان هیچ کاری هم انجام ندادید بعد از 20 سال کشور رو به همون طالبان تحویل دید رفتید و حالا افغانستانی رو مسخره میکنید خب برخورد به خیلی ها در شرق برخورد خود افغانستانی ها عصبانی شدن از این ماجرا در خود غرب این ماجرا واکنش داشت و کاربرهای فارسی زبان کاربرهای ایرانی هم به شدت از این ماجرا عصبانی شدن بهشون برخورد که آقا شما یک همچین فضاحتی رو به وجود آوردی فرار هم نتونستی سیروس انجام بدی تو از افغانستان اگر درست فرار میکردی این وضع پیش نمیومد مردم به این وحشت نمیافتادند فرار رو نتونستید درست انجام بدید و متأثر از رفتار شما این ماجرا پیش حال دارید به افغانستان میخندید کاربرهای فارسی زبان بعضیهاشون به بهانه این حرکت عجیب میان تیشرت هایی رو منتشر میکنن میگن که خیلی خوب شما عکس افغانستان رو منتشر کردید بالاش نوشید که باشگاه پرش با چتر کابل مسخره میکنه افغانستان خیلی خوب ما هم یه عکس میخوایم منتشر کنیم رو تیشرتمون اجازه بدید عکس رو ببینیم چرا من توضیح شدم تصویر رو دارید مشاهده میکنید نوشته که تصویری هست از باشگاه شکار خلیج فارس تکتیرانداز های تکتیر که نه نیروهای دریایی ایران رفتن نیروهای نظامی آمریکا رو تفنگدارهای آمریکا رو بازداشت کردن به داخل خاک کشور ما هدایتشون کردن و آمریکا هیچ کاری نتونست بکنه در اون تقابل خود این نیروها هم هیچ کاری نتونست بکنه اون کسی که فرمانده این عملیات بود میگفتش که تجهیزات اینها فوق العاده تجهیزات حرفه‌ای بود امکاناتشون فوق العاده قوی بود و ما هم تجهیزاتی به اون صورت نداشتیم سلاهامون فوق العاده ساده بود چون ما در حال گشتنه بودیم ما برای عملیات نرفته بودیم و میگه که من فقط یه کاری کردم سلاحو گرفتم به سمت اینا یه الله اکبر گفتم به یکباره باره اینها فضاشون ریخ به هم به یکباره باره ذهنی اینها ریخ به هم و خب اینا من بهتون میگم احتمالا شنیدین اینا زمانی که وارد سال به لحاظ روحی خیلی این سربازا خودشون باخته بودن یعنی ساعت ها طول میکشه که ایرانی ها به اینها توضیح بدن که عزیزم اون آدم خاری که در رسانه گفتیم اون ما نیستیم اصلا ما خودمون ناراحتیم که تو اسیر شدی بازداشت شدی ناراحت نباش اینجا اتفاقی برات نمیفته به لحاظ روحی اون سربازها خیلی در هم شکسته بودن و خب بخشی از عکسش در رسانه نوتش کاربرها به بهانه ماجرای افغانستان اومدن همین رو رسانه‌ای کردن عکس رو منتشر کردن گفتن که آقا ما عکس های دیگری هم میتونیم روی تیشرت بزنیم باشگاه شکار خلج فارس رو میتونیم روی تیشرت بزنیم عکس های دیگری وجود داره اون عکسی که تصویر دید مشاهده میکنید قایق تندرو ای ایران میره در مقابل ناو آمریکا قرار میگیره یک شخص روی این قایق بوده و اون شخص به ناو اشاره میکنه دستش رو تکون میده حالا ممکنه بگیره آقا یک ناو کوچک چه حرکتی میتونه انجام بده در قبال این ناو که این شخص به این شکل رو برای اون ناو رجز میکنه خود آمریکایی ها ماجرا رو بهتر میفهمن خود آمریکایی ها حرکت بی سرنشین های استشهادی به سمت ناف های خودشون به سمت سیبل های متحرک خودشون وزن اینها رو به خوبی میفهمن و به خاطر همین این ماجرا برای اونها وزن اونها به شکل اینکه یک قایق رو داره به سمتش میاد نگاه نمیکنن نگاه اونها این هست که این میتونه یک قایقی باشد چیزهایی حمل بکند برای اینکه یک حفره عظیم روی بدنه این ناف به جا بیاره و به وجود بیاره نگاه اونها به ماجرا این شکلی است و به خاطر همین ماجرا برای اونها ترسه که خلاصه عکسی از این دست در شبکه شما منتشر میشه کاربرها عکسی از این دست رو منتشر میکنن در همون بازه زمانی یه اتفاق میفته اتفاق در فلسطین همه رو خیره میکنه به حرکتی که فلسطینی ها انجام میدن من دوستان اول لازم هست یه موضوع رو به شما توضیح بدم یه واژه رو شما خیلی شنیدین براتون تکراری شده ممکنه اصلا کلیشه‌ای هم شده باشه و اون واژه اینه که غزه و فلسطین بزرگترین زندان دنیاست بزرگترین زندان دنیا اونجا خیلی منظور واژه رو یعنی چی یعنی مثلا اینا بزرگترین زندان دنیا یعنی چی تصاویر وقتی بررسی میکنید میبینید که دور اینها به طور کامل دیوار کشیده شده دیوار حفاظتی کشیده شده ولی تو من میخوام ماجرا رو تغییرش بدم به نظر ما باید ادبیاتمون رو درست بکنیم چرا میگید غزه بزرگترین زندان دنیاست چرا میگید فلسطین بزرگترین زندان دنیاست ماجرا برعکس شده یک رژیمی به وجود اومد میخواست از نیل تا فرات خودش رو گسترش بده الان دور خودش دیوار کشیده اون رژیمه بزرگترین زندان دنیاست اونها بزرگترین زندان دنیا هستن به هر جد زمانی که میخوان به اعتراض مردم غزه پاسخ بدن اسرائیلی ها در همین یکی دو هفته اخیر خب دور غزه دیوار کشیدن یک بخشی هست که معترضین اصلا نمیتونن بهش نفوذ بکنن یعنی اینها پشت دیوار قرار گرفتن داخل این دیوار حفره هایی هست پنجره مانند هایی به وجود اومده هر بار که صهیونیست میخوان اعتراضات رو سرکوب بکنن یک کاری انجام میدن میرن بخشی از اون حفره رو کنار میزنن تکدیر انداز اونجا میسته به سمت جمعیت شروع به کردن دقت شد یعنی دور تا خودشون دیوار کشیدند دور تا دور خودشون دیوار کشیدن وقتی یک اعتراضی میبینن به این شکل تلاش میکنن بهش باش برخورد بکنن خب زمانی که تکتیر انداز سهیونیست میاد تو این صحنه قرار میگیره و شروع میکنه شلیک کردن به سمت فلسطینی یه اتفاق میفته فلسطینی و دو تا کار انجام میدن در مرحله اول یک فلسطینی میره خودش رو نزدیک میکنه به تکتیر انداز یعنی زمانی که تکتیر انداز نوک سلاح رو از این حفره بیرون می که شلیک بکنه به سمت جمعیت این فلسطینی میره تلاش میکنه برای اینکه این سلاح رو بگیره من یاد یک ماجره افتادم در دوران دفاع مقدس در ایران که در کتاب ها آمده فکر میکنم در کتاب بابا نظر و این اشاره شده یک فردی که الان دقیقا حضور ذهن ندارم منتها داستان داستان یک پهلوان مشهدی هست پهلوان خراسانی هست این بلند شده رفته جبهه برای اوایل دوران جنگ تحمیلی هم هست که خب ما اصلا آموزش ندیده بودیم سازماندهی نداشتیم و توی همچین بازه زمانی تو در ابتدای کار باید با غیرت بچه ها جنگ رو مدیریت بکنی تا زمانی که کسانی که بتونن مدیریت میدان رو انجام بدن فرمون عملیات رو دستشون بیفته ایشون تعریف میکنه میگه در بعضی از عملیات ها ما پیشروی میکردیم در داخل کتاب اومده میگه اون شخصی که پشت تیروار عراقی بود شروع میکرد خب منطقه رو به رگبار بستن برای اینکه نیروهای ما نتونن پیشروی داشته باشن و میگه که ما چند بار بررسی کردیم گفتیم که خب ما یه کاری میتونیم انجام بدیم و اون کار اینه که بریم خودمون رو برسونیم به اون سنگری که تیربار درش وجود داره با دستمون لوله تیربار رو بگیریم بالا بعد میگه که این حرکت تو یه شب انجام دادیم بلند شدیم رفتیم در حالی که نیروهای ما خواستن پیشروی بکنن ما قبلش خودمون رو به اون سنگر تیروار رسونده بودیم میگه دست رو میگرفتیم زیر تیروار تیروار میرفت بالا و طرف هر چقدر تلاش میکرد جمعیت رو بزنه رو به مردم شلیک بکنه به اصطلاح رو به نیروهای ایران شلیک بکنه موفق به انجام کار نمیشد چرا به خاطر اینکه یک عده تلاش میکنن که این تیروار آسمان را بزنه و خب حالا آسیب هایی هم دیده بودن ضرباتی هم خورده بودن اینکه چرا اصلا به اصطلاح خود اون آرنجک داخل اون سنگر تیروار نمیداختن همه اینها رو داخل اون کتاب توضیح داده یعنی ماجرایی که من برای شما گفتم ماجرای خامیه که کلی ابهام داره دیگه چرا فلان کارو نکرده چرا از فلان راکار است همه اینها رو داخل کتاب توضیح داده ولی این ماجرا من رو یاد اونجا انداخت اول بریم فیلمش رو ببینیم که اینا تلاش میکنن سلاح رو از فرد بگیرن با فرد درگیر نشن فیلم رو نگاه بعد من میام توضیحاتم رو کامل <applause> خیلی خوب بریم یه فیلم دیگه ببینیم از فاصله دورتر این فیلم دقیق تر نشون میده که اینا در لحظه اول تلاش میکنند حتی اون شخصی که تیرانداز سیونس تلاش میکنه و آسیب نبینه اصل هر رو تلاش میکنه ازش بگیرن ولی تیرانداز همچنان داره به سمت اونو شلیک میکنه ببینیم ویدیو رو <applause> خیلی خب دیر این ویدیو رو خیلی تلاش میکنی که سلاح رو بگیره از دست این تکیر انداز که می تو مردم شلیک نکنه موفق نمیشه یه کار دیگه انجام میده کار دوم رو ببینیم تو بذاری یه کاری بکنم من توضیح میدم قبلش توضیح بدم بعد بریم ببینیم گفتیم یه حفره تو دیوار درست کردن همونطور که در فیلم داریم از اون حفره داره شلیک میکنه و با دقت داره به سمتشون شلیک میکنه یه نفر بلند میشه میره سمت اون حفره سلاح رو میذاره داخل حفره بدون اینکه نگاه بکنه و بدون اینکه دید داشته باشه یه تیر میزنه تیر مستقیم میخوره به تک تیرانداز ببینیم بعد من چند تا نکته دوستی تعریف میکرد میگفتش که من اینو با یک واسطه دارم نقل میکنم گفت یه شخصی بلند میشه میره کاشان کاشان از جمله شهرهایی که تو بعضی مناطقش اغرب زیاد داره بعد میگه که این فردم خیلی از این میترسیده که اغرب نیشش بزن اونجا اتفاق برش گفته میگه که اون آقا تعریف میکرده برای این دوست بزرگوار میگه من رفتم اونجا داخل یک حوزی که پر توش آب بود تختی رو گذاشتم روی اون تخته خوابیدم که اغرب برای من مزاحمت ایجاد نکنه میگه داخل خواب دیدم که خوابم برد گرفتم خوابیدم خوابم برد تو خواب دیدم که اغرب اومده روی پای من بعد میگه اغرب توی خواب به زبون اومد گفتش که اگر اراده خدا بر این باشه که من تو رو بزنم اینجا که هیچی هر کجای دنیا که بری میام میام تو رو مورد هدف قرار میدم داستان داستان اینهاست دور خودشون حفاظ کشیدن رفته پشت حفاظ قرار گرفته یه حفره درست کرده تکتیرانداز گذاشته پشت حفره یه نفر میاد با یه گلوله تکتیرانداز میزنه میره اراده خدا اگر بر این باشد که شما سیلی بخورین شما بیاید به تشکیل نیلتا فرات هم فکر بکنید 300 تا کلاهک حسی هم درست بکنید وادار میشید در لحظه آخر دور خودتون دیوار بکشید در در حالی به خودتون میاد در شرایطی به خودتون میاد که دور خودتون دیوار کشیدین و این اتفاق الان برای اینها رخ داده این عکس رو و این صحنه رو که یک جوانی بلند میشه میره اونجا یک شلیک کور انجام میده و یک سهیونس به زمین میفته و این این دیروز جان خوش از دست داده به شدت هم در سرزمین اشغالی سر صدا کرده با خانواده‌اش رفتن مصاحبه کردن و مراسم تشییعش حاشیه داشته خلاصه داستان اینه کاربرهای فارسی میگن که آقا اصلا چرا شما دارید افغانستانی ها رو مسخره میکنید عکس افغانستانی ها رو چرا میزد روی تیشرت باشگاه تکتیر انداز های فلسطینی این عکس رو زند روی تیشرت اینا هم اتفاق دیگه اینا هم اتفاقاتی که میفته و من شنیدم دبیر کل مقامت لبنان گفته این صحنه رو ثبت بکنید یه کاری بکنید این صحنه در اذهان ماندگار بشه در شرایطی که دور خوشون دیوار کشیدن رفتن و یک گروهی بدون سلاح آمدن دارن اعتراض میکنن تکتیر انداز رو سمت اینا شلیک میکنه این گروه میان تکتیر انداز رو میزنن حالا فلسطین ها کاری انجام دادن و لبنانی ها کاری انجام دادن اول چند تا عکس ببینیم از این ماجرا عکس اول دارید مشاهده میکنید نوشته که تلاش یک فلسطینی برای برداشتن سلاح در لحظه اول اینا تلاش میکنن سلاح رو از فرد بگیرن وقتی موفق نمیشن سمتش شلیک میکنن عکسی که مشاهده میکنید پوستری هست که از این ماجرا طراحی شده است به شدت این پوستر مورد توجه کاربرهای شبکه‌های اجتماعی قرار گرفته و این هم عکس سربازی هست که جان خودش رو از, از دست داده در این ماجرا یک سرباز صهیونیست کشته شده عکسش رو مشاهده میکنید این مراسم دفن کردن این سرباز هست و این عکس در اون خوش خیلی جالبه یک دیواریه در سرزمین های اشغالی روی این دیواره اومدن یک تصویری رو کشیدن تصویری از همون فردیه که قدش حتی نمیرسید به تکتیر انداز و قدش نمیرسید به اون حفره صرفا دستش رو میگیره جلوی حفره شلیک انجام میده این عکس رو روی اون دیوار کشیدن به نوعی که یادآوری بکنن که اگر دور خودتون دیوار هم بکشین و اگر اراده خدا این باشد که پیام خودش رو منتقل بکنه از پشت دیوارها هم منتقل میکنه این ماجره بود که دوستش هم مرورش بکنیم خیلی دوستش هم روزهای قبل به شما ارائه بدم همچنان هی اخبار مختلف اخبار مختلف اخبار مختلف می اومد با خودم این ویدیو رو گذاشته بودم که روز جمعه به شما ارائه بدم مون چون این صهیونیست دیروز جان خوش رو از دست داد احساس کردم که شاید خوب باشه که این ویدیو رو با هم دیگه امروز مرور کنیم مفصل ویدیوهای دیگه‌ای های دیگه برای شما خواهیم داشت پیام هاتون رو برای ما بفرستین وقتتون بخیر